در پی رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان کریم ماسیموف دو معاون او را نیز به حبس گرفتند. خدمات مطبوعات کمیته امنیت ملی خبر داد که ماسیموف و معاونهایش به کوشش غصب حکومت نیز عیبدار می شوند. کمیته امنیت ملی جمهوری قزاقستان تفتیش دادگاهی قضیه خیانت به دولت از جانب رئیس سابق کمیته کریم ماسیموف ادامه داده ایستاده است. در چارچوب این پرونده تفتیش دادگاهی عملها با مقصد بازوری به دست آوردن حکومت و بیرون رفتن اسد وکالت منصبی نیز آغاز کرده شد. با گمان دست داشتن در این جنایت‌ها بغیر از کریم ماسیموف، معاون سابق رئیس کمیته امنیت ملی، سردار خدمات تعینات مخصوص صادق‌الوف و معاون رئیس کمیته ارگوژن نیز بازداشت کرده شدند. تفتیش ادامه دارد. گفته می شود در اطلاعیه رسمی یادآور می شویم کریم ماسیموف روز 5 ژانویه از مقام برکنار گردیده علکه روز 6 ژانویه با اتهام خیانت به دولت به حبس گرفته شد. روز 9 ژانویه معاون او را هم برکنار کردند و 10 ژانویه جسد پلکوونیک کمیته امنیت ملی عظمت ابراهیف را از زیر تریزه خونش در پایتخت شهر نورسلطان پیدا کردند. طور پلیس معین کرد که زخمای بدن ابراهیف بیانگر از بلندی افتادن اوست. تریزه منزل پلکوونیک ابراهیف کشوده بود است. چنین به نظر می رسد که این افسر امنیت که از نفران نزدیک به کریم ماسیموف به شمار می رفت و قبلا در حکومت نیز یاور او بود، خودکشی را به حبسش برتری داده است. کریم ماسیموف 56 سال داشته، از یاران قدیمی پرزیدنت یکم قزاقستان نورسلطان نظربایف به شمار می رود. ماسیموف دو دفعه سالهای 2007، 2012 و 2014، 2016 سروزیر قزاقستان بود و بعد ترک این مقام رئیس کمیته امنیت ملی تعیین شد. بازداشت ماسیموف و معاونهایش در پس منظر اعتراضهای گسترده است که در قزاقستان از 2 تا 8 ژانویه دوام کرد. در جریان این اعتراضها که در برخی شهرها به بی‌ترتیبی و پیچید 164 نفر کشته و بیش از 220 کس زخمی شدند و تا امروز بیش از 10,000 نفر را برای اشتراک در بی‌ترتیبی‌ها دستگیر کردند. روز 5 ژانویه در پی این اعتراضها حکومت قزاقستان پورا به استعفا رفت، ولی اعتراضها تمام نشد و تو خیف امون روز در سراسر کشور وظیفه فوق‌العاده جاری کرده، حادثه های آخر را کار دست دسته های تروریستی نامید و از اودیکبه کمک حربی خواست. روزهای 6 و 7 ژانویه علکی نیروهای عمومی صلح اودیکبه از جمله 210 سرباز و افسر از تاجیکستان برای تامین ترتیبات به قزاقستان انتقال داده شدند. از 14 ژانویه خروج نیروهای اودیکبه آغاز یافت و از جمله نیروهای تاجیکستان علکی به خانه برگشتند.